در حالی که زربال عجل ایران برای خاتمه دادن به بخشی از تعهدات برجامی به پایان رسیده و برخی از گروه های تندرو در داخل کشور نیز دولت را تشویق می کنند که هرچه سریعتر تعهدات برجامی را کنار بگذارد اروپا اعلام کرده است این سکس در حال عملیاتی شدن است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرده است سازوکار اینستکس اجرایی شده و اولین معاملات در آن در حال پردازش است وی همچنین تاکید کرده است هفت کشور اروپایی دیگر نیز به اینستکس خواهد پیوست این در حالی است که آمریکا تهدید کرده است کشورهایی که به اینستکس بپیوندند مشمول تحریم‌های آمریکا خواهند شد وی البته اظهار داشت آنچه در حال حاضر از طریق این در حال اجراست گرچه سازنده است و گامی به جلو به حساب می آید اما با آنچه ایران انتظار دارد انجام بشود فاصله زیادی دارد در همین حال همتی رئیس بانک مرکزی نیز با اشاره به این موضوع که اینستکس سهم محدودی در راهبرد بانک مرکزی در بازار ارز دارد بر سرعت گرفتن تلاش های اروپا برای عملیاتی شدن اینستکس تأکید تاکید کرده است همتی همچنین گفته است زیرساخت عملیاتی سازوکار متناظر اینستکس در ایران توسط بانک مرکزی کاملا تکمیل شده است همتی تاکید کرده است این سکس در ابتدا بر کالاهای غیر تحریمی متمرکز است اما بعدتر محدوده آن باید به کلیه کالاها گسترش یابد تحلیلگران این سکس را تنها راه ممکن برای رفع محدودیت های تجاری و بانکی ایران در انجام مبادلات بانکی و تجاری با آمریکا می دارند. اما در این حال آمریکا به سراحت گفته است اروپا فقط در محدوده دارو، مواد غذایی و کشاورزی می تواند با ایران مبادلات تجاری و بانکی داشته باشد و در خارج از این موارد محدودیت های تحریم آمریکا همچنان پابرجاست و اگر هر یک از کشورهای اروپایی از این قاعده تخطی کند مشمول قاعده تحریم ایالات متحده خواهد شد در این حال منتقدان دولت در داخل کشور این سکس را آب نبا چوبی نامیدند و به دولت هشدار دادند که فریب وعده های پوچ اروپا را نخورد و خروج از برجام را با شدت و قدرت ادامه دهد. این در حالی است که خروج از برجام برای ایران خطر جنگ به دنبال دارد و ممکن است ایران را زیل منشور هفت سازمان ملل قرار دهد. رجزخانی های مقام های سپاه پاسداران درباره جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان همچنان ادامه دارد. سردار محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران روز یکشنبه با بیان این موضوع که اگر خط مقاومت در اقتصاد اجرایی شود دشمن توان غلبه بر کشور را ندارد گفت اگر تاقوت قوی است و نمیتوان او را شکست داد باید در مقابل او ایستاد و شهید شد. او افزود احترام به شهدا به معنی غلبه بر دشمنان است او همچنین افزود دشمنان در چهل سال گذشته هر کاری توانستند با ایران کردند اما پیروز نشدند و انقلاب به ساحل مدیترانه رسید است او با اشاره به قدرت جمهوری اسلامی و قدرت رهبر انقلاب اسلامی در مقایسه با آمریکا و قدرت نظامی آمریکا اظهار داشت جمهوری اسلامی حتی هفت هزار دلار هم خرج تسلیحات و نیروی مسلح نمی کند اما در برابر قدرتی که بودجه نظامیش هفت هزار دلار است ایستاده است سخنان بی ربط و توهی از منطق و معنای یکی از آلوده ترین سران سپاه که شرح جنایاتش از 25 سال پیش بارها از سوی بزرگان نظام عنوان شده است آشکارا نشان می دهد رهبر جمهوری اسلامی با تکیه بر کسانی چون نقدی کشتی ایران را به سوی طوفان و غرق شدن هدایت می کند سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه نیز با تکرار سخنان سردار نقدی با اشاره به اینکه چهل سال است که جمهوری اسلامی با اقتدار در مقابل آمریکا ایستاده تقابل بین ایران و آمریکا را تقابل حق و باطل دانست و اظهار داشت روز به روز بر ابعاد این تقابل اضافه شده است اطلاعات غلط سردار نقدی درباره بودجه نظامی ایران و آمریکا باعث شگفتی است در ایران فقط بودجه نظامی سپاه بیش از 25 هزار میلیارد تومان است که حدود 20 میلیارد دلار می شود در همین حال بودجه نظامی آمریکا نه تنها 700 هزار دلار که شبیه شوخی است بلکه در حدود 700 میلیارد دلار است ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی حتی در سالهایی که دارای رشد نسبی اقتصادی بود شرایط اقتصادی مناسبی نداشته و در مقایسه با رشد اقتصاد جهانی هیچگاه نتوانسته است نقش تاثیرگذاری در اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی داشته باشد یا شرایط اقتصادی روبه بهبودی را در داخل تجربه کند اما مقام های جمهوری اسلامی همچنان ادعا می کنند که جمهوری اسلامی ایران در حال جهانی شدن است و تمامی کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده است. ضعف اقتصادی در داخل کشور و تحریم طولانی اقتصاد ایران را به شدت زمینگیر کرده است و امکان بهبود شرایط زیستی و تاثیرگذاری بر اقتصاد و سیاست جهان را از ایران سلب کرده است. در شرایط فعلی تلاش کشورها برای راضی کردن ایران برای تن دادن به برجام و باقی ماندن در برجام بیشتر ناشی از ایران حراسی گسترده است که آمریکا و اسرائیل در جهان اشاعه دادند نه به خاطر اهمیت داشتن سیاسی ایران در عرصه بین سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در آخرین اظهاراتش اعلام کرد که قدرت بازدارندگی ارتش و نیروهای مسلح دشمن را مستحصل کرده است. موسوی ضمن اینکه آمادگی نیروهای خود را در شرایطی بسیار مطلوب و آماده توصیف کرد با ذکر این نکته که ما آماده باش شب حمله ای هستیم از آن داشت همکنون دشمن به دقت رسد می شود و از رسدهای اطلاعاتی ما هیچ کنه نشانی از جنگ دیده نمی شود. وی در شرایط کنونی کشور ابراز امیدواری کرد که ارتش کاملا آماده است همراستا با معمولیت های سازمانی خود در جهت کمک به مردم برای برطرف نمودن مشکلاتشان از مردم حمایت کند و بر این باور است که در حال حاضر بهتر است تمام توان خود را صرف حل تمام مشکلات مردم کنیم. سرلشکر موسوی به لفاظی های رئیس جمهوری آمریکا اشاره می کند و معتقد است بهترین است که ترامپ را به حال خود واگذاریم و مانورهای معمول خود را انجام دهیم به نظر می رسد تحلیل اطلاعاتی نشان از این دارد که امکان درگیری میان ایران و آمریکا اندک است هرچند معتقدند آمادگی درگیری نظامی ایران باید مهیا شود فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی به موضوع طرح مذاکره از سوی آمریکا و هواشی پیرامون آن و همچنین رفتار مقامات ایرانی در رابطه با رفتارهای دوگانه آمریکا پرداخت و گفت در دیپلماسی نگفتن مزیت محسوب نمی شود و همینطور موضع ایران تا کنون در قبال برجام و در کل چالشی که ایران با آمریکا داشته است موضع برحقی است. فلاحت پیشه سپس از راهبرد دوگانه آمریکا در رابطه با ایران سخن گفت و در تحلیل آن بیان داشت آمریکایی ها از یک سو موضوع مذاکره را مطرح می کنند در حالی که کل رفتارشان بر ضد مذاکره است وی در همین زمینه ادامه داد مقامات ایرانی چون میدانند مذاکراتی که آمریکایی ها از آن سخن میگویند در واقع مذاکره‌ای صادقانه نیست بلکه مذاکرهای غیر واقعی است به همین منظور آمریکایی ها تا کنون در پیشنهاد مذاکره با کلمه نه مواجه شدند. فلاحت پیشه در خصوص نگفتن ایران به مذاکره گفت، آمریکایی ها با کار کردن بر روی این موضوع توپ را در زمین ایرانی ها می اندازند. چرا که در قاموس سیاست هیچ سیاست مداری نه نمیگوید و همین نگفتن باعث می شود که ایران در صحنه سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی بخشی از دست برتر را از دست بدهد. به همین جهت وی اعتقاد دارد برای رفع این مشکل جمهوری اسلامی به جای استفاده از کلمه نه باید برای هر درخواست مذاکره یا میانجیگری یک ابتکار عملیاتی داشته باشد که دارای شرایط واقعی کشور در جهت احیای دیپلماسی باشد. وی میگوید که ایران همچنین به دنبال هر موضعی که از سوی آمریکایی ها مطرح می شود از مذاکره گرفته تا میانجیگری می در فضای دیپلماسی عمومی به دنبال هر درخواست یک بسته پیشنهادی داشته باشد و طبق این بسته پیشنهادی توپ را به زمین بازیگران دیگر بیندازد و بسته پیشنهادی می تواند حاوی دقدقه های ایران و نقض عهدهای آمریکا و همینطور پیشنهاداتی که تأمین کنند منافع ایران باشد مطرح شود. فلاحت پیشه در آخر تاکید کرد ایران به جای نگفتن و طرح یک پلن یا نقشه دقیق و یا داشتن یک بسته پیشنهادی میتواند تواند قفل دیپلماتیک را بشکند. در آن هنگام است که توپ در زمینه آمریکایی ها خواهد بود و این آنها هستند که باید به دنیا پاسخگو باشند نفی مطلق مذاکره که رهبر جمهوری اسلامی دائما آن را مطرح می کند سال هاست که در حوزه های مختلف باعث قفل شدن سیاست ایران در حوزه سیاست خارجی شده است بحث خرید دفاع موشکی S400 توسط ایران در محافل سیاسی دائما در حال مطرح شدن است اینکه آیا روسیه حاضر است این سامانه دفاعی را به ایران بفروشد یا خیر و چه تأثیری در موقعیت دفاعی ایران دارد در این میان محمد شوری پژوهشگر و کارشناس مسائل روسیه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مسلحت نظام در گفتگویی در ارتباط با تلاش دولت روسیه برای فروش سامانه موشکی فوق پیشرفته از 400 تولید خود به ایران و همچنین ترکیه برخلاف هشدارهای آمریکا به روسیه اظهار داشت در حال حاضر علل و عوامل بسیاری اوضاع منطقه را ناهمگون ساخته است از یک جهت آمریکا تلاش می کند تا ایران به اجبار از برجام خارج شود از طرف دیگر حمله به نفت کشها در دریای عمان و امارات و همینطور رویدادهایی که پی در پی در حال وقوع است باعث شده تا منطقه و بخش عمده ای از خاورمیانه را به لحاظ نگرشی با وضعیت تازه ای روبرو کند شوری در همین زمینه و با اشاره به حضور نظامی ایران و آمریکا در آبهای خلیج فارس و پایگاه های خاکی تخصیص یافته به آمریکا هشدار داد اگر تنش ها بین این دو کشور در چند ماه آینده شدت یابد یقینا وضعیتی خطرناک را در منطقه مشاهده خواهیم کرد وی سپس به اعلام آمادگی روسها برای فروش S400 به ایران اشاره داشت و گفت این اقدام ها دو هدف را دنبال می کند. اول اینکه با شرایط ایجاد شده فعلی بتوانند از آمریکا امتیاز بگیرند و دوم اینکه با این اقدام از فشارهای افزایشی آمریکا بر ایران و تحولات تنشامی در منطقه ممانعت کنند. محمود شوری زمان ارسال از 400 توسط روسها به ایران را نامعلوم اعلام کرد و تاکید کرد که نه به این زودی امکان پذیر است و نه حتی ایران اعلام آمادگی کرده تنها علت اعلام آمادگی روزها در جهت ارسال سامانه مذکور هشدار به واشنگتن است که اگر آنها خواسته باشند شرایط را جنگی کنند روزها نیز بلدند از ابزار خود استفاده کنند لازم به ذکر است که در گذشته روزها در تحویل سامانه اس به تهران بدعهدی فراوانی کردند و در این مورد با ایران بحث و جدل داشتند ولی سامانه جدید ایرانی در سقوط هواپیمای پیشرفته آمریکا پدیده جدیدی است و به همین جهت روسها تمایل به گسترش این سامانه ندارند و در صدد هستند ایران را به سامانه دفاعی خود متکی سازند. به گزارش CNN دیدار کوتاه و چند دقیقه دانلد ترامپ از خاک کره شمالی که برای نخستین بار انجام شد باستاب فراوانی پیدا کرد. ترامپ آن را موفقیتی برای خود نامید و گفت که توافق شد که دو طرف با هم مذاکرات را ادامه دهند. او گفت که به رهبر کره علاقه فراوانی دارد. خبرگزاری کره شمالی نیست. درباره دیدار روز یکشنبه ترامپ و کیم جونگ اون در مرز دو کره نوشت رؤسای جمهوری آمریکا و کره شمالی در گفتگوهای خود توافق کردند که مذاکرات اتمی میان دو طرف مجدداً آغاز شود و به نتیجه در زمینه خلع سلاح اتمی دست یابند. بر اساس این گزارش کیم رهبر کره این دیدار را تاریخی و عجیب خوانده و گفته که روابط شخصی خوبی با ترامپ دارد و این روابط به نتایج خوبی منجر خواهد شد مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته مذاکرات دو طرف احتمالاً اواسط ماه جولای از سر گرفته خواهد شد در این میان کارشناسان اطلاعاتی آمریکا و مقام های سابق اطلاعاتی رفتار نامتعارف ترامپ را مورد انتقاد قرار دادند. مایک مورل سرپرست سابق سازمان سیا در مصاحبه گفت که سیاست ترامپ و رفتار نامتعارفش در قبال کره شمالی به کیم جونگ اون رهبر این کشور مشروعیت بزرگی در داخل و خارج می بخشد و هزینه زیادی در پی دارد وی که طی سالهای 2012 تا 2013 و در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما سرپرست سازمان سیا بوده است در ادامه افزود دیپلماسی ترامپ باعث تضعیف سازوکار تحریم ها خواهد شد کشورهای دیگر که کره را تحریم کردند خواهند گفت که آمریکا و کره شمالی کنار آمدند و نیازی به اهمیت دادن به تحریم توسط شرکت ما نیست. با این وجود وی ای ادامه مذاکرات آمریکا و کره شمالی را خوب و مهم عنوان کرد و بیان داشت که مذاکره تنها راه حل مناقشات دو کشور است. به گزارش رویترز رجب طیب اردغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با تلویزیون انتیوی این کشور اعلام کرد غیر ممکن است ترکیه معامله قرن را بپذیرد وی تاکید کرد ترکیه درباره طرح آمریکا موسوم به صلح در خاور میانه نظر مثبتی ندارد اردوغان پیشتر هم گفته بود این طرح آمریکایی منجر به تجزیه منطقه خواهد شد و آنکارا به واشنگتن اجازه نمی دهد طرح خود را در منطقه اجرایی کند. پیش از اردوغان محمود عباس رئیس دولت خودمختار فلسطین و عربستان سعودی مصر امارات و اردن طرح کوشنر را غیر واقعی و ناممکن دانستند و همچنان بر ضرورت طرح صلح ملک عبدالله پادشاه درگذشته سعودی پا می فشارند. به گزارش رویترز دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در حاشیه نشست سران گروه 20 در اوساکای ژاپن به وی پیشنهاد کرده است گفتگو بین دو کشور تقویت شود پسکوف گفت ترامپ برای گفتگو با مسکو در خصوص ثبات راهبردی و خلع سلاح هسته‌ای اعلام آمادگی کرده است وی افسود رئیس جمهوری آمریکا به وضوح تمایل خود را برای تقویت گفتگو نشان داد و در ارتباط با پوتین مدت هاست که وی خواهان عادی سازی روابط است رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا روز جمعه به مدت یک ساعت و نیم با یکدیگر گفتگو کردند این نخستین دیدار آنها پس از نشست سران دو کشور در هلسینکی فنلاند بود که یک سال پیش برگزار شد به گزارش رویترز روزنامه حزب حاکم دولت چین با اشاره به اینکه اختلافات و درگیری های دیگری میان چین و آمریکا ممکن است به وجود بیاید اعلام کرده که راه بلندی تا رسیدن به توافق میان دو کشور وجود دارد چاینا دیلی هشدار داد که با وجود پیشرفت در مذاکرات تضمینی برای رسیدن به توافق وجود ندارد در گزارش این روزنامه آمده است با اینکه واشنگتن قبول کرد تا برای آغاز مذاکرات طرح تعرفه های بیشتر روی کالاهای چینی را معلق و تصمیم نهایی درباره شرکت فناوری هواوی را به تاخیر بیندازد اما در بخش از مناقشات تجاری اختلافات اساسی وجود دارد. پس از بازگشت مقامات چین از نشست سران گروه 20 وزیر خارجه این کشور در یک بیانیه دیدار دانالد ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین را یک پیام مثبت به دنیا خواند. وانگی وزیر امور خارجه چین به خبرنگاران گفت اما اگر اعمال محدودیت ها بر روی شرکت هواوی فراتر از موارد اقتصادی و فناوری رود این وضعیت منجر به باخت دو طرف خواهد شد از زمان افزایش تنش ها در جنگ تجاری آمریکا با چین پکن هرچه بیشتر بر مواضع خود پافشاری می کند و می گوید چین زیر بار حرف زور نخواهد رفت و زیر فشار تسلیم نخواهد شد و پکن تا پایان ماجرا خواهد جنگید. به گزارش رویترز دولت تایوان اعلام کرد تسانگینگ ون رئیس این منطقه در ماه جاری چهار شب را در آمریکا سپری می کند و با متحدان خود در منطقه کارایی دیدار می کند. از آنجایی که چین تایوان را یک استان چین می داند، این سفر می تواند موجب واکنش تند پکن شود. چین میگوید ارتباط تایوان و آمریکا یکی از حساسترین مسائل تاثیرگذار بر روابط پکن واشنگتن است. آمریکا هیچ ارتباط رسمی با تایپه ندارد اما حامی سیاسی تایوان است و به آن سلاح عرضه می کند تسای که در ماه ژانویه دوباره در انتخابات شرکت می کند مکررن خواستار حمایت بین المللی برای دفاع از دموکراسی تایوان شده است این در حالی است که پکن در چند سال گذشته به طور منظم بالگردها و کشتیهایی را برای انجام رزمایش به اطراف تایوان می فرستد. تایوان در حال حاضر فقط با 17 کشور کوچک که غالبا در آمریکای مرکزی و اقیانوس آرام واقع شدهاند ارتباط دارد دیدار ناگهانی پرزیدنت ترامپ با رهبر کره شمالی بازتاب گسترده ای در رسانه جهان به ویژه امریکا دارد نشریه هیل با انتشار ویدیو رهبران دو کشور از قول رئیس جمهور امریکا می نویسد برای من حضور در اینجا افتخاری است و انتظار آن را نداشتم هیل از قول آقای ترامپ نوشته است وقتی در نشست جی بیست در اوزاکا بودم با خودم گفتم من می خواهم رئیس جمهور کیم را ببینم دیدار روز گذشته پرزیدنت ترامپ با رهبر کره شمالی را اغلب رسانه ها دیداری تاریخی عنوان کردند. و آن هم از بابت اینکه پرزیدنت ترامپ نخستین رئیس جمهور امریکاست که پا در خاک کره شمالی میگذارد این رویداد در فضای سیاسی امریکا که هر روز بیشتر رنگ و بوی انتخاباتی به خود میگیرد میتواند تا حدود زیادی نگاه ها را به دستگاه دیپلماسی دولت و آقای ترامپ جلب کند و برای او و کمپین انتخاباتیش موفقیتی به حساب بیاید اما در این سو این موضوع چندان به مزاق رقبای انتخاباتی آقای ترامپ گویا خوش نیامده و در اردوگاه دموکرات تا نامزدهای نامزد های انتخابات ریاست جمهوری از دیدگاه مختلف به نقد آن پرداختند و آن را حرکتی آماتور دانستند که می توانند از قدرت چانه امریکا بکاهد سخنگوی جو بایدن نامزد مطرح دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا این اقدام آقای ترامپ را در جهت امنیت و منافع ملی امریکا ندانسته الیزابت وارن دیگر نامزد دموکرات در واکنش به دیدار آقای ترامپ و رهبر کره شمالی معتقد است که سیاست امریکا باید به نحوی که بر موضوع حقوق بشر در کره شمالی هم متمرکز باشد نامزدهای دموکرات البته این دیدار پرزیدنت ترامپ را بیش از آن که منجر به یک توافق پایدار میان دو کشور و از بین رفتن سلاحهای هسته‌ای کره شمالی و رفع تهدیدات این کشور بدانند بیشتر در قالب عکسهای یادگاری رهبران دو کشور تحلیل کردند آنها به ویژه این سخن آقای ترامپ را که در هنگام دیدار با رهبر کره شمالی گفته بود پرزیدنت اوباما با وجود تلاش بسیار اما هرگز موافق به دیدار با رهبر کره شمالی نشده بود رد کردند بن رودرز مشاور امنیت ملی پرزیدنت اوباما این ادعای آقای ترامپ را نادرست خواند و گفت در مدتی که او در کنار آقای اوباما بوده هرگز برای دیدار با رهبر کره شمالی تلاشی نکرده است اما پس از دو شب مناظره پر سر و صدای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات نتایج تازه ترین نظرسنجی نشان میدهد که همچنان جو بایدن وقت نخست نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات سال 2020 است اگرچه جایگاه آقای بایدن پس از این مناظره ها تا حدودی در میان هواداران حزب دموکرات افت کرده است برنی سندرز دیگر رقیب آقای بایدن جایگاه دوم خود را حفظ کرده اما جایگاه سوم تا پیش از مناظره های پیش در اختیار خانم الیزابت وارن بود اکنون اما کامل هریس سناتور ایالت کالیفرنیا توانسته به جایگاه سوم نظرسنجی ها بازگردد پیت بوتیجاش هم بعد از خانم هریس در مکان چهارم این رده بندی است با این همه به نظر می رسد رقابت نهایی در حزب دموکرات میان جو بایدن و برنی سندرز باشد و یکی از این دو به رقابت نهایی با آقای ترامپ خواهد رفت